که سرچم من سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته راج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو به ما سلام و درود به بینندگان محترم تلویزیون اندیشه به 158مین برنامه تلویزیونی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج کشور خوش آمدید. من پوریا مطهری عضو هیئت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج کشور امروز افتخار این رو دارم که میزبان آقای دکتر حسین موسویان باشم. دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران. آقای دکتر موسویان سلام عرض کردم، خوش آمدید. درود بر شما و درود به همه هموطنان عزیزی که صدای من رو از رسانه شما میشنوند. خیلی خوشحالم از اینکه شما رو میبینم دکتر موسویان و ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی متشکرم از دعوتتون، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. جناب دکتر موسویان، همونطور که میدونین تا 50 ساعت دیگه از بین دو چهره سعید جلیلی و مسعود پزشکیان یک نفر به مقام ریاست جمهوری ایران خواهد رسید. دو روز تا مرحله دوم انتخابات باقی مونده و برنامه امروز ما مرتبط با این موضوع انتخابات و تأثیر اون در سپهر سیاسی ایران در چند سال آینده است. منتهای مراتب من میخوام به مناسبت این که حضرت عالی پزشک هستین، سوال اول رو و موضوع بخش اول گفتگو رو اختصاص بدم به شخصیت این دو نفر و شخصیت دکتر مسعود پزشکیان که ایشون هم همکار شماست. اخیراً کتابی منتشر شده در ایران در خصوص آقای دکتر مهدی آذر، وزیر فرهنگ دولت دکتر مصدق، و من چنان که به یاد دارم شما به طور مستقیم دانشجوی دکتر آذر بودین در دانشگاه تهران. دکتر آذر پایگزار طب زنان بود در ایران و من در چند روز گذشته کلیپ‌هایی رو دیدم آقای دکتر پزشکیان صحبت می‌کردن در خصوص اقداماتی که در دانشگاه تبریز انجام می‌دادن. یک تیکه‌ای رو داشتن می‌گفتن که ایشون دانشجوی سال سوم بودن و اصلا ورود مردان به بخش زنان رو، ورود دانشجویان پسر به بخش زنان رو تعطیل کردن، دیگه اجازه این کار رو ندادن. من این گفته ایشون رو میخونم. گفتن که سال سه بودیم، رفتیم بخش زنان، آنجا دیدیم که ماینه‌ای که از زنان میکنن از نظر اعتقادی برای من قابل قبول نبود. اصلا نمیتوانم بگویم که چی کار میکردیم و اونجا چون مسئول بودیم گفتیم دانشجویان حق ندارن برن اونجا. بعدم ادامه قصه رو تعریف میکنه که با رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده رفتم پلوی امام جمعه تبریز که بپرسن شرعاً میتونه این کار صورت بگیره، یعنی مردان در بخش زنان کار بکنن. امام جمعه هم گفته بله اشکالی نداره، ولی ایشون بازم نذاشته. و بعد در مورد همین اقدامات مشرشانه خودشون در انقلاب فرهنگی صحبت کردن که اصلا انقلاب فرهنگی رو ایشون از پایگزارانش بودن و به هر حال این شخصیت امروز میره که رئیس جمهور بشه. در نقطه مقابلش آقای جلیلی همونطور که میدونین پایان نامه دوره فوق لیسانسشون در مورد سیاست خارجی پیامبره، در دوره دکترام در مورد اندیشه سیاسی در قرآن پایان نامه‌شون نوشتن. آقای این که در مذاکرات هسته‌ای خانم اشتون و ویلیام برنز در موردش چی میگفت و اینکه این آقا در جلسات چی میگفتم که همه شنیدیم.
من میخوام نظر شما رو در مورد این دو بدونم، این دویی که در مناظره ها نهج البلاغه خوانی خودشون رو به رخ همدیگه کشیدن، اطلاعاتشون در زبان عربی رو، و کار به حد به جایی رسید که آقای جلیلی به آقای دکتر پزشکیان گفتش که این احادیث رو همه میتونن بخونن، مدرسه مملکت رو باید جور دیگه اداره کرد. حالا میخواستم بدونم که به نظر شما چه تفاوت بین این دو شخصیت وجود داره؟ شما نام بردید از آقای دکتر مهدی آذر و کتابی که درباره زندگی ایشون اخیراً منتشر شده به عنوان یک پزشک و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. به گمان من شخصیت‌های برجسته‌ای مثل آقای دکتر مهدی آذر اصلاً قابل مقایسه با بعضی شخصیت‌های سیاسی که در این دوران، در دوران جمهوری اسلامی دارای مقام و موقعیتی شدند اصلاً قابل قیاس نیستند. دکتر مهدی آذر یه شخصیت میهندوست، آزادیخواه، استقلال طلب، پاکدست و وزیر کابینه دولت ملی دکتر مصدق بود و در بیش از شاید 80 سال زندگی سیاسی و اجتماعی خودش یک نقطه ضعفی که شما بخواید نشان بدید که در طول زندگیش در یک لحظه ای از راه مردم و راه راستی و صداقت و راه آزادگی انحراف پیدا کرده باشه شما نمیبینید و بنابراین خیلی تفاوت هست با مثلا شخصیتی که شما الان زندگی گذشته شد در سالهای اول انقلاب مطرح کردید با مواضع فعلیش که خیلی اختلاف بینشون دیده میشه. امروز ظاهرا آقای دکتر پزشکیان در این مناظرات، در این گفتگوهایی که میکرد طرفدار آزادی هست، با خشونت مخالفه، با آزادی زنان در انتخاب پوشش یا دخالتشون در امور جامعه موافقه و این بیانات با اون سوابق قبلی تطبیق نمی کنه. خب حالا ممکنه به هر حال انسان ها در طول زندگیشون عقایدشون تغییر میکنه و مواضعشون ممکنه متفاوت بشه. به هر حال ایشون رو من به عنوان یه پزشکی میشناسم که از همون اوائل انقلاب در زمان گویا دانشجوییش یا در زمانی که رزیدنت بوده یا غیره در فعالیت‌های انقلاب دخالت داشته و خیلی دو آتیشه هم عمل کرده. الان هم چندین دوره توی مجلس شورای اسلامی حضور داره، یک دوره هم نایب رئیس مجلس بوده و زمانی هم وزیر بهداشت و درمان بوده در دولت آقای خاتمی. به هر حال جز دولت مردان جمهوری اسلامی تلقی میشه و این دولت مردان همه‌شون کسانی هستن که این شرایط امروزی رو برای ملت ایران به بار آوردن. حالا کی بود کی بود، من نبودم، درست کردن تو مناظرات و این تقصیرها رو گردن اون میندازه، اون
تقصیر این یکی میندازه، در حالی که همشون مهرهایی بودن از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی. و اگر در این شرایط کارنامه منفی به وجود آمده، کارنامه سیاهی به وجود آمده، شامل همه اونها میشه و باید واقعا نسبت به گذشتهشون اظهار ندامت بکنن و از ملت ایران عذرخواهی بکنن نسبت به این فجایعی که اتفاق افتاده، این سیاه روزی که الان نصیب ملت ایران شده، اون چه که در زندان ها گذشته، اون چه که در کنار چوبه های دار گذشته، اون چه که تو خیابون ها خون ریخته شده. خب این آقایون باید براءت بجویند از این مسائلی که پیش آمده. اتفاقا تو این مناظره ها هیچ کدوم این سوال مطرح نکردن که چگونه بوده است که در دو سال اخیر 500 نفر تو خیابون ها کشته شدن و هزاران نفر به زندان ها روانه شدن و بعضی از اونها محاکمه شدن و اعدام شدن. راجع به این مسئله هیچ در مناظره ها صحبت نکرد که این تقصیر با کیست، کی مقصرشه، کی پاسخگو خواهد بود در مقابل ملت ایران، در مقابل تاریخ. و یا مطالب خیلی اساس و مهم دیگری که این تنگنای اقتصادی آیا علتش این نیستش که ملت ایران الان داره هزینه 5 ارتش رو در منطقه پرداخت میکنه از جیب خودش، در حالی که منافع ملی هم در هیچ کدوم از اونها نداره و دور از منافع ملیش این هزینه ها از جیب ملت ایران صرف میشه و پاسخگوش کی هست؟ هیچ کدوم از این مسائل تو این مناظره ها مطرح نشد. فقط چیزهایی که مطرح شد همین این بود که شما در فلان جا فلان اشتباه رو کردی، قرارداد کرسنت رو نذاشتی اجرایی بشه، اینقدر میلیارد دلار ایران متضرر شد. اونم بگه که قرارداد کرسنت رو شماها بستین، توش رشوه بوده، چی بوده، از این صحبت ها. و در حقیقت یه مقداری افشاگری نسبت به هم انجام دادن، خیلی در لفافه به ایما اشاره و به مسائل اصلی اصلا ورود نکردن. من نسبت به این دو شخصیتی که حالا قراره که در معرض انتخاب مجدد قرار بگیرن در روز جمعه آینده، روز 15 تیر، فقط میتونم بگم که هر دو از دست اندرکاران و کارگزاران جمهوری اسلامی بودن، حالا تحت هر عنوانی و اسم هر جناحی من برام تفاوتی نداره. ما مردان سیاسی بزرگی داشتیم که به محضی که کمترین اشکالی از نظر حقوق بشری، از نظر اجرای قانون میدیدن، از مقام و منصب کنار میکشیدن، استعفا میدادن و میرفتن کنار و قبول مسئولیت نمیکردن که از نظر آینده و از نظر تاریخ جوابگو باشن. نمونه زندهش آقای دکتر کریم سنجابی است که اول انقلاب به عنوان وزیر خارجه فرا خوانده شد، وقتی اون اعدام های رو پشتبان اتفاق افتاد و تضییع حقوق بشر رو دید روال دیگری است، 2 هفته نگذشته بود از کابینه دولت موقت اعلام استعفا کرد و خودشو کنار کشید. البته استعفاش قبول نکرد، یه ماهی طول کشید تا استعفاش رسما و علنا اعلام شد. ولی به هر حال اون چیزهایی که اتفاق می افتاد نتوانست که مسئولیتشو بپذیره و در حکومتی باقی بمونه که اینجور حرکت‌های غیر انسانی و غیر بشری اتفاق میفته. دکتر مصریان،
به هر حال به نظر میرسه که در بعضی حوزه ها یه تفاوتی در رفتار حکومت وجود خواهد داشت، در صورتی که رئیس دولت آقای دکتر پزشکیان باشه یا در صورتی که رئیس دولت آقای دکتر سعید جلیلی باشه. من میخوام حوزه های مختلفی رو با شما در میون بذارم و از شما بپرسم که به نظر شما چه تفاوتی وجود داره بین این دو نفر در این حوزه ها. البته مقدمتا ذکر بکنم که من یک سخنرانی از آقای خامنه ای شنیدم در خصوص این که گفتن به صراحه که سیاست خارجی و موضوع فیلترینگ و فضای مجازی اصلا مسئله مردم نیست. به نظر میرسه که آقای پزشکیان هم توی بعضی از این موضوع مقولات به صراحه اعلام کرده که ایشون تابع نعل به نعل و تاق به تاق سیاست رهبری است، یعنی اصلا خودش رو مجری برنامه های سیاسی ایشون میدونه. با این حال به هر حال در بعضی از این حوزه ها ممکنه تفاوتی باشه. یک، اول بریم سراغ حوزه سیاست خارجی. آیا در صورت صدارت، در صورت تصدی هر یک از اینها در پست ریاست جمهوری تفاوتی در مسیر سیاست خارجی میبینید؟ من این رو از این منظر عرض میکنم که به هر حال آقای پزشکیان تاکید میکنه بر رفع تحریم ها، در حالی که آقای جلیلی مشخصا میگه که ما همین ارتباطمون با چین و روسیه کافیست. مثال هایی هم که میاره از ارتباط اقتصادی ایران با جهان، از ارتباط با ونزوئلا و کشورهای آفریقایی صحبت میکنه. و در این حال همونطور که هممون هم دیدیم آقای ظریف به شدت فعال در حمایت از مسعود پزشکیان. شما تفاوتی میبینید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در طول 4 سال آینده اگر که یکی از اینا بر سر قدرت بشه؟ این بیاناتی که در مناظره ها از این دو نفر شنیده شد و دیده شد کاملا متفاوت بود، ولی مسئله این است که همینجور که شما اشاره فرمودین، ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی به گونه است که ریاست جمهور در حقیقت اختیارات چندانی نداره و مسائل باید از بالای اختیارات رئیس جمهوری اتخاذ تصمیم بشه و به اجرا در بیاد. و رئیس جمهور و وزیر خارجش در حقیقت مجری سیاست هایی است که براشون تعیین شده. و به همین مناسبت ما بخوایم قضاوت بکنیم باید بگیم که هیچ کدوم غیر از اون چیزی که براشون تعیین شده رفتار نخواهند کرد، ولی در بیانی که میکنن، خب بیان آقای دکتر پزشکیان این است که قائل به مذاکره است با جامعه جهانی و رفع تنش هست و تعامل هست و حتی به دقت میگفت که ما برای اینکه از مذاکرات نتیجه بگیریم باید آلترناتیوهای مختلف رو در مذاکره در دست داشته باشیم که اگر یک کدوم از این به اصطلاح چیزهایی که مورد مذاکره قرار میگیره مورد توافق قرار نگرفت و به بن‌بست رسید، آلترناتیو بعدی رو جایگزین بکنیم و پیشنهاد دیگه بدیم و بالاخره مذاکرات رو از بن‌بست خارج بکنیم و به تعامل برسیم با قدرت‌های بزرگ جهانی. و همچنین اشاره میکرد به دقت که اون FATF رو ما باید حتما دربارش تصمیم بگیریم و همون مسئله هستش که باعث شده ما ارتباط مالیمون با دنیا قطع بشه، ارتباط بانکیمون قطع بشه. و خب این FATF رو 188 کشور جهان پذیرفتن و قبول کردن و کره شمالی و جمهوری اسلامی دو کشوری هستن که هنوز اون رو نپذیرفتن و امضا نکردن. و این یک پروتکل جهانی است، بین المللی است و در مورد
جلوگیری از پولشویی است، در مورد جلوگیری از کمک به سازمان‌هایی است که جامعه جهانی اونها رو سازمان‌های تروریستی میدونه، و بنابراین توجیهی برای قبول نکردنش وجود نداره، مگر اینکه کسی واقعا بخواد پولشویی انجام بده یا بخواد به سازمان‌هایی که دست به کارهای خشونت بار میزنن کمک مالی بکنه و اینجا جلوش گرفته میشه، جلوش سد میشه. و اگر چنانچه این منظورها در کار نباشه، خب باید قبول بکنن، اون مذاکرات رو هم باید در یه حد معقولی پیش ببرن که این کشور از این گرفتاری تحریم ها واقعا رهایی پیدا بکنه. و این وعده هایی بود که خب آقای دکتر پزشکیان میداد، ولی اون آقای جلیلی خب هنوز صحبت از اقتصاد مقاومتی میکرد و روابط با کشورهایی مثل ونزوئلا و نمیدونم بورکینافاسو از این کشورهای خیلی کوچیک و ضعیف دنیا میکرد که اینا از نظر اقتصادی به هیچ وجه راهگشا برای کشور ما نیستن و کشور ما یک اقتصاد نسبت به اون کشورها بزرگتری داره، خیلی بزرگتر، و میتونه در تعامل با جامعه جهانی منافع ملی رو خیلی بهتر حفظ بکنه و این ملت رو که شایسته زندگی خیلی بهتری هست از این تنگنا و مضیقه نجات بده. و واقعا ملت ایران یه ملت ثروتمندی است، ما تمام امکانات توسعه و رفاه رو در کشورمون داریم و سزاوار نیست که گرفتار این شرایط سخت و این سیاه روزی باشن این ملت. دکتر موسویان، در دو حوزه دیگه، در حوزه برنامه هسته‌ای که به هر حال سال هاست، الان چند دهه است که بخش بزرگی از سرمایه مملکت صرف اون شده و به نظر میرسه که سیاستگزار اون در هستی اصلی قدرت، این که حالا در انتهای امر مد نظرشه که چه چیزی از اون حاصل بشه خیلی روشن نیست، ولی در این حوزه برنامه هستی و در حوزه سیاست مداخلات نظامی در منطقه خاورمیانه و اصلا کلا مداخلات نظامی خارجی که جمهوری اسلامی خودش رو در بعضی مناطق به شدت درگیر کرده، آیا اصلا دولت آتی، حالا فارغ از این که آقای جلیلی رئیس اون باشه یا آقای پزشکیان رئیس اون باشه، توانایی در تغییر سیاست داره به نظر شما؟ به هر صورت راجع به پروژه هسته‌ای که باید عرض کنم که بسیاری از کارشناسان میهندوست نسبت بهش انتقاد دارن و معتقدن در کشوری که روی اقیانوسی از گاز و نفت قرار گرفته و امکان استفاده از انرژی خورشیدی داره، امکان استفاده از انرژی به اصطلاح گرفتن انرژی برق از سدها و از باد داره در بعضی مناطق و بهترین امکاناتو برای به دست آوردن انرژی خورشیدی داره و در این کشور دنبال اینی که ما راکتور به اصطلاح هسته‌ای بخوایم داشته باشیم برای تولید برق حرف صحیحی نیست. خیلی از کشورهای اروپایی الان دارن نیروگاه‌های هسته‌ایشون رو جمع می‌کنن و در حالی که سال‌ها از برق هسته‌ای استفاده کردن الان در حال جمع کردن. مگر مقاصد دیگری وجود داشته باشه که اون مقاصد هم الان توجیه‌پذیر نیست. یک کشوری مثل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با داشتن 6000 کلاهک هسته‌ای فروپاشی شد و به 15 جمهوری تبدیل شد و اون کلاهک‌های هسته‌ای و اون قدرت به اصطلاح دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
با داشتن این ذراتخانه هسته‌ای نتونست خودشو حفظ بکنه. بنابراین محافظ و جلوگیری کننده از فروپاشی هم نمیتونه باشه قدرت هسته‌ای بودن. پس این میلیاردها دلار، هزاران میلیارد دلار که رقمش هیچ وقت به درستی افشا نشده که چقدر هزینه شده، یه هزینه شده که در حقیقت از کیسه ملت ایران رفته، باهاش خیلی کارها میشده در کشور کرد که انجام نشده و بعدم الان مثل استخوانی در گلوی ملت ایران گیر کرده که معلوم نیست که چه باید در این باره بکنه، چون خود همین به اصطلاح حفاظت از این تأسیساتی که شکل گرفته ممکن است که امنیت ملی ما رو دچار مخاطره بکنه و ممکنه کسانی باشن که به هر حال تحمل نکنن چنین وضعیتی رو و به امنیت ملی ما صدمه بخوره و به تمامیت ارضیمون صدمه بخوره و هزاران مهلکه دیگر در کمین کشورمون قرار بگیره. به هر حال راجب انرژی هسته‌ای که من نظر دنبال کردنش ندارم جز در موارد خیلی محدود برای مصارف غیر نظامی، برای مصارف پزشکی، کشاورزی، غیره که اون هم مثل اینکه تهیه کردنش از کشورهایی که دست اندر کار هستن خیلی آسان‌تره و مقرون به صرفه تر هست تا اینکه برن دنبال اینی که فراوری اورانیوم انجام بده. راجع به دخالت‌های نظامی در منطقه هم به هر حال حرکت‌هایی است که در مسیر منافع ملی کشور ما نیست. دخالت در جنگ هایی که در بحران های منطقه‌ای و در تاریخ ریشه داره چه سودی برای ملت ایران داره که در این مناقشات وارد بشه و هم هزینه هایی رو متقبل بشه و هم باز خودشو در معرض تهدید و خطر قرار بده. بنابراین ما همون اندازه که باید پایداری داشته باشیم در حفظ تمامیت ارضیمون و در دفاع از مرزهای خودمون و نگه داشتن آب و خاکمون، همون اندازه باید امتناع بکنیم از دخالت در سرزمین‌های دیگه و دخالت در حاکمیت‌هایی که در همسایگی ما قرار دارن و همینطور که ما دخالت در از طرف نیروهای دیگر در کشورمون نمیپذیریم به این صورت، باید قبول بکنیم که در مسائل نظامی و امنیتی کشورهای منطقه‌مون هم دخالت نکنیم و اونم دخالت‌های ماجراجویانه که ممکن است که بر ضد منافع ملی ما باشه و صدماتی برای مملکتمون به بار بیاره. دکتر مصطفی، موضوع دیگه ای که باز من میخوام تفاوت واکنش احتمالی یکی از این دو شخصیتی رو که به هر حال رئیس جمهور خواهد شد از زاویه دید شما ارزیابی بکنم و سوال بکنم ازش، موضوع برخورد با اعتراضات داخلی است. جامعه ما به هر حال آبستن چنین اعتراضاتی هست. از سال 88 به بعد ما چندین نوبت شاهد این موضوع بودیم، در 96، در 98، در جنبش زن زندگی آزادی در سال 1402 و زمینه‌های نارضایتی داخلی وجود داره. این چیز عجیبی نیستش که در 4 سال آینده ما شاهد شکل‌گیری نارضایتی گسترده خیابانی باشیم. واکنش دولت‌ها، دولت آقای روحانی یا دولت آقای رئیسی به این نارضایتی ها واکنش بسیار خشونت‌آمیزی بوده. به هر حال این واکنش به پای دولت نوشته میشه. به نظر شما اگر جلیلی انتخاب بشه یا پزشکیان انتخاب بشه تفاوتی وجود خواهد داشت بین واکنشی که نسبت به اعتراضات داخلی نشون میدن؟
در اظهاراتی که بیان کردن چرا تفاوت وجود داره، ولی در عمل همونطور که عرض کردم نیروهای نظامی و انتظامی در اختیار رئیس جمهور نیستن. دستگاه قضایی در اختیار رئیس جمهور نیست، قوه مستقلی است و رئیسش تعیین میشه و منصوب میشه. رسانه ما، رسانه ملی ما، مدیرانش منصوب میشن و رئیس جمهور در انتصاب اونها نقشی نداره. حرکت های امنیتی و اون چه که ما دیدیم تو خیابونها اتفاق افتاد به همین ترتیب به وسیله نیروهای نظامی و انتظامی صورت میگیره که باز رئیس جمهور نمیتونه در این زمینه قولی بده. ما در حقیقت اشکال ساختاری در کشورمون داریم. تمرکز قدرت فوق‌العاده خارج از قوای سگانه داریم که این قوای سگانه هیچ کدوم مستقل نیستن و از طریق قانونی و صحیح و مردمی انتخاب نشده. همین انتخابات ریاست جمهوری شما میبینید که میان و چند نفر رو از بین 80 نفر که رفتن ثبت نام کردن شورای نگهبان، حالا با چه معیار با چه متر اینا رو اندازه گیری کرده که 74 تا رو رد کرده، 6 تا رو تایید کرده. اوناش که بر هیچ کس روشن نیست. یه کسی که قبلا تایید شده بوده در دفعه قبل این دفعه مردود شده، یه کسی که دفعه قبل مردود شده بوده و صلاحیتش رد شده بوده این دفعه تایید صلاحیت شده و اومده در انتخابات شرکت کرده و الان پای انتخاب شدن همین آقای دکتر پزشکیان در انتخابات گذشته رد صلاحیت شده بوده. حالا چه شکلی شده که بعد از انتخابات 1400 این دفعه تایید صلاحیت شده ما معلوم نیستش. به هر حال به این شکل چند نفر میان گزینش میشن بدون اینکه حزب داشته باشن، حزبشون مرامنامه اساسنامه ای داشته باشه، نقطه نظرات سیاسی و اقتصادیشون روشن باشه، نقطه نظراتشون راجع به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر که چقدر پایبندش هستن روشن باشه، اومدن در انتخابات و حالا انتخابات نهایی اگر اسمشو بشه انتخابات گذاشت قراره که انجام بشه. به هر حال معلوم نیست که اگر که اعتراضاتی صورت بگیره که به قول شما این تنگنایی که ملت ایران درش قرار گرفته، این فشاری که بر گردش داره تحمیل میشه، بالاخره یه روزی باز دوباره از یه جایی این اعتراضات زبانه خواهد کشید و حالا رفتارشون با دفعات قبل متفاوت بشه تصورش خیلی بعیده و تصورش خیلی کم هست. کما اینکه در همین مناظره ها اعلام میکردن که خب فضای مجازی را در شرایطی که از نظر امنیتی ایجاب بکنه باید قطع کرد، باید به اصطلاح فضای مجازی و اینترنت باید که در اون موقع قطع بشه و از دسترس مردم خارج بشه. وقتی که از همین حالا این بیانات میشه معلومه که به هر حال در آینده چه رو خواهد داد. برخورد من تصور نمی کنم زیاد تفاوتی بکنه، فقط تفاوتش این است که این خشم فرو خورده ملت ما خیلی متراکمتر و انباشته تر شده و هر روز انباشته تر میشه و این همین نتیجه انتخابات که اکثریت قاطعی از نظر آماری که خود حکومت داد
گفت 40% اومدن رای دادن، 60%، 61% رای ندادن. حالا آمار خودشون، من تصورم اینه که همون 40% هم یه مقداری قابل تأمل هست، که آیا رفتن یا نرفتن. همه چیز در اختیار خود اونها بوده. به هر صورت همین یه هشدار هست که وقتی که 60% افراد جامعه پشت به صندوق رای میکنن، یعنی امیدی به تغییر ندارن، یعنی در ناحیه این قدرت، این حکومت نور رستگاری نمیبینن. آقای دکتر موسوی، من میخوام اینجا از همین موضوعی که در ارتباط با تعداد شرکت کنندگان در دور اول انتخابات مطرح کردن استفاده کنم و به اون بپردازم. به سبد رأیی که آقای دکتر پزشکیان داشت، در مرحله اول آقای دکتر پزشکیان 10,400,000 رأی آورد، در حالی که دو کاندید دیگه در واقع معروف به جناح اصولگرا روی همدیگه 12,800,000 تا رأی آوردن، یعنی آقایون جلیلی و آقای قالیباف. اگر برگردیم به انتخابات سال 1400، میبینیم که در اون انتخابات اصولگرایان 22.5 میلیون رأی آورده بودن، یعنی مجموع آرای محسن رضایی، آقای رئیسی و آقای قاضی‌زاده و البته بخشی از آرای باطله، حجم بزرگتری بود و نماینده اصلاح طلبان یعنی آقای همتی فقط 2.5 میلیون رأی آورده. به نظر شما اتفاقی که در مرحله اول انتخابات این دوره رخ داد، یعنی 10 میلیون رأی مسعود پزشکیان، از کجا اومده بود؟ آیا طرفداران حکومت، طرفداران هسته اصلی قدرت ایران به مسعود پزشکیان رأی داده بودن برخی؟ خب احتمال هست که خیلی از همون کسانی که در انتخابات 1400 رأی دادن به آقای رئیسی و به این تیمشون الان تغییر عقیده داده باشن و یه گردشی کرده باشن به طرف آقای عرض به حضور شما که دکتر پزشکیان. احتمال داره یه مقدار تغییر عقیده پیدا شده باشه، ولی اون عده‌ای که پای صندوق رأی نرفتن در سال 1400 در این دوره هم نرفتن و تعدادشون هم اضافه تر شد، یعنی این پشت کردن به صندوق رأی گستردگی بیشتری داشت و این نشون میده که واقعا ملت فهیم و آگاه ایران میدونه که در یه شرایطی که این شکلی جامعه بسته است و هیچ راه تنفسی وجود نداره، فقط میتونه از طریق مقاومت‌های مدنی و مقاومت منفی نظرات خودش رو ابراز بکنه و اون نرفتن در انتخابات و رأی ندادن هست. آخر برای یه رژیم هم خیلی واقعا تأمل برانگیزه که چگونه در طول 2 سال بیش از 500 نفر از جوانان این ملت رو تو خیابون به قتل رسونده، هزاران نفر رو به زندان برده و تعدادی از اونها رو به دست چوبه دار سپرده، بعد حالا میاد در یه دست دیگه صندوق رأی میگیره و از مردم میخواد که رأی بگیره و این واقعا شگفت انگیز است. خب این ملت با این عدم مشارکت نشون دادن که این رفتارها رو تایید نمی کنن و رأی دادنشون تایید این رفتارهای خشونتبار و ضد مردمی هست و به هر صورت اون تغییرم در اون سبد رأی شما میتونید در همون زمینه یه ارزیابی ازش داشته باشید که در اون دوره قبل مثلا این 2.5 میلیون حالا شده 10 میلیون ریزشی است که از اون نیروهای خیلی به اصطلاح
اقتدارگرا و متعصب مذهبی صورت گرفته و این ریزش اومده به این طرف آقای پزشکیان که صحبت‌های بهتری می‌کرده و به اصطلاح شعارهای مناسبتری در جهت خواسته‌های مردم می‌ده. دکتر موسویان، با وجود اینکه بخشی از نیروهایی که ما به عنوان نیروی اصلاح طلب و پایگزاران جنبش اصلاحات میشناسیم، در واقع آنچه که اصلاح طلبان حکومتی بودند در ایران از دوره آقای خاتمی پشت آقای مسعود پزشکیان ایستادن، ولی عده‌ای هم هستند که در صحنه سیاسی ایران نامهای بزرگی هستند، نامهای آشنایی هستند و سکوت کردن از کسانی که قبلا در همین اردوگاه اصلاحات بودن. من چند نام رو میخوام ببرم. یکی میرحسین موسوی است و خانم زهرا رهنورد، یکی خانم فائزه هاشمی است، یکی هم آقای تاجزاده، البته دیگرانی هم هستن مثل آقای قدیانی و امثال اینها. تحلیل شما چیست؟ آیا نگاهتون اینه که اینها به گذار از جمهوری اسلامی رسیدن و آیا میشه برای آینده ایران روی ظرفیت این نیروها حساب کرد؟ به هر حال اینها شخصیت‌هایی هستند که قطعاً نفوذی در داخل جامعه ایران دارن بی تردید. آیا میشه اندیشید که میشه به این جمع‌بندی رسید که اینها کسانی هستند که به قاعده حکومتی برخواسته از رأی مردم و باورمند به آزادی اعتقاد پیدا کرده باشن؟ در این زمینه باید خدمتتون عرض کنم که همینطور که در این نیروهای به اصطلاح متعصب اقتدارگرا تقسیماتی پیش اومده و به جناح‌های مختلف تقسیم شدن، که ما تفاوت‌هاشون رو داریم می‌بینیم و حتی در همین انتخابات کار به زد و خوردن بین نیروهای طرفدار فرض بکنون آقای ایکس با اون آقای ایگرگ پیدا شد که هر دو تو جناح به اصطلاح اصولگرا بودن. اختلاف به حدی بود که به زد و خوردن بین نیروهاشون کشید، یا مواضعی که بیان میکردن آنچنان بر علیه هم تند حرکت کردن که مثل اینکه اصلا همجناح نیستن و دو نیروی مخالف هم هستن. همین تجزیه و تقسیم شدن نیروهای به اصطلاح نیروها در جناح اصلاح طلب هم اتفاق افتاد. بعضی از اصلاح طلبان واقعا به این مسئله واقف شدن که باید مشخص کنن که اصلاحات رو در چی میخوان انجام بدن و از کجا میخوان شروع کنن. بعضی های دیگه هنوز به زبون نمیارن و فقط میگن ما جز اصلاح طلبان هستیم، ولی نمیگن چی رو میخوان اصلاح کنن. خب بعضی از اصلاح طلبان که شما بعضی هاشون اسپردید کسانی هستن که میگن ما احتیاج به اصلاح ساختاری داریم و احتیاج هستش که قانون اساسیمون بازنگری بشه و ساختار قدرت به یه نحو معقولی بازنگری بشه، در حالی که خیلی های دیگه از این اصلاح طلبان چنین مسئله ای رو بیان نمی کنن و چنین تغییراتی رو نمی خوان، یا حداقل به اصطلاح به زبان نمیارن، به زبان نمیارن روی محاسباتی که دارن، روی محافظه کاری که دارن. ولی بعضی ها مثل آقای میرحسین موسوی و بعضی های دیگه که شما اسپردید، اینا کسانی هستن که واقعا معتقد هستن که این ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی کارنامه خوبی به بار نیاورده
و باید مورد بازنگری قرار بگیره. دکتر مصطفی، من به عنوان موضوع آخر و سوال آخر میخوام به موزه جبهه ملی ایران بپردازم. در 2 هفته مانده به مرحله اول انتخابات، بیانیه ای رو جبهه ملی صادر کرد در تهران و تاکیدش هم بر همین لزوم تغییر قانون اساسی بود و اون ایده‌ای که در خصوص تشکیل مجلس مؤسسان قبلا هم طرح کرده بود. آیا در این مرحله دوم تغییری در سیاست‌های جبهه ملی ایجاد شده یا جبهه ملی همچنان معتقد به همون موضعی است که در آخرین بیانیه خودش تقریبا 3 هفته پیش گرفته بود؟ بله، جبهه ملی ایران دلایل عدم مداخله در این چنین روندی که اسمش رو انتخابات گذاشتن رو تو اون بیانیه شرح داد و اولا این رو اعلام کرد که ما حکومتمون با جمهوریت فاصله داره. در نظام جمهوری مردم میان پای صندوق رأی و یک رئیس جمهور رو برای مدت معینی که قانون تعیین کرده انتخاب میکنن و تمام قدرت های حکومتی رو در اختیارش میذارن، اهم از سیاست خارجی، اتخاذ سیاست های داخلی، اقتصادی، حکمرانی بر نیروهای نظامی، تعاملات بین المللی، همه چیز در اختیار اون کسی است که مردم بهش رأی دادن. ما در نظام جمهوری اسلامی چنین مسئله ای را نداریم و رئیس جمهور همونطور که اون رئیس جمهور قبلی زمان اصلاحات اعلام کرد، انتظار هست که در حکم یک تدارکاتچی باشه و کار یک تدارکاتچی سطح کلان مملکتی را انجام بده و هیچ قدرتی برای دخالت در مسائل مختلف جامعه نداره. و خب در نظام جمهوری اون رئیس جمهوری که این اختیارات رو بهش میدن در مقابل مردم هم پاسخگو هست و سازوکاری هم وجود داره که اگر رئیس جمهور نتونست از منافع مردم، از منافع ملی سیانت بکنه، بتونن اون رأیی که دادن ازش پس بگیرن و رئیس جمهور دیگری رو به جاش بگمارن طبق یک به اصطلاح مراحل قانونی که قانون باید تعیین کرده باشه. در این جمهوری ما همچین حالتی وجود نداره و فاصله داره با نظام جمهوری متعارف. به این دلیل ما انتخاب یک فردی به عنوان رئیس جمهور هم با نام رئیس جمهور رو هم یک مسئله بلا موضوع میدونیم و شخصی که اختیاراتی نداره و تدارکاتچی هست احتیاج به انتخاب شدن از طرف مردم هم نداره، باید انتصاب بشه و اینقدر هزینه هم به دوش مردم گذاشته نشه. و بعد دلیل دوم، غیر از این مسئله که اصلا خود انتخاب رئیس جمهوری یک انتخاب بلا موضوعی است، شرایط کشور و این خشونتی که در قبال خواسته های مردم صورت گرفته رو مطرح کردیم و گفتیم در یه چنین شرایطی که حکومت با فرزندان مردم اینطور رفتار کرده در همین 2 ساله اخیر، چگونه می شود به صندوق رأیش و به فراخوانش برای رأی دادن و شرکت در انتخابات واقعا اطمینان داشت و میشه در این به اصطلاح حیطه پای گذاشت. و به این دلیل ما گفتیم هم انتخابات بلا موضوع، هم مخدوشه به دلیل اون نظارت استصوابی و شکل انتخاب که اصلا این افرادی که تعیین میشن معلوم نیست به چه مناسبت به چه وسیله‌ای
قبلا انتخاب شدن و بعد میان در معرض رأی مردم میخوان قرار بگیرن و هم شکل انتخاب مخدوشه، هم خود ریاست جمهوریش در حقیقت با ریاست جمهوری کشورهای جمهوری متفاوته و هم رفتار خشنی که انجام داده که هزاران نفر از افراد ملت ایران امروز در زندان‌ها به سر می‌برند، ما در چنین انتخاباتی شرکت نخواهیم کرد. خب این بیانیه ای بود که ما منتشر کردیم و این بیانیه برای کل انتخابات بود و دوره اول و دوم نداره. این دوره دومش هم به دنباله همون دوره اول هست، مرحله ایست که در همین انتخابات داره اتفاق میفته، ولی نیازی نبود که مجددا ما این مسئله رو تکرار بکنیم. در اون بیانیه گفتیم که ما دخالت در انتخابات فرمایشی نخواهیم کرد. دکتر سریان، اونجایی که شما فرمودین در خصوص آقای پزشکیان که به هر حال ایشون هم احتمالاً اگر به درجه به ریاست جمهوری برسه باز هم نیروهای امنیتی احتمال گلوله ساچمه‌ای به چشم معترضین در خیابون خواهند زد، موضوعی است که بسیار دردناکه و باید ما به عنوان فعالین سیاسی ایران نگاهی داشته باشیم برای تغییر بنیادین در حفظ حقوق انسان‌ها و حفظ حقوق هممیهنان خودم. من خیلی خوشحالم که شما و امثال شما در ایران و بسیاری از ایرانیان سرفراز این نگاه رو دارین و تلاش میکنین تا ایرانی آباد و آزاد بدون حاشیه‌هایی که در سالهای گذشته داشتیم رو داشته باشیم. من خیلی از حضور شما در برنامه خودمون متشکرم. امیدوارم که باز هم شاهد حضور حضرت عالی باشیم و به سهم خودم و از طرف سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور مجدداً ازتون تشکر می‌کنم. سپاسگزارم ازتون. خیلی متشکرم که از من دعوت کردید و با من گفتگو کردید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. خیلی سپاسگزارم. ما در اینجا به پایان این برنامه تلویزیونی سازمان جبهه ملی ایران میرسیم و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی باز هم با ما باشید. خدا یار و نگهدارتون. چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو به من